جان جان بدیم بلیتش که نوشتیم آها کریت سوه بریم اینا درست کنیم همه رو درست بریم که اینها کریت سوه نشه و کریت پارالکس بشه و ایشون یه ادمین نیست و کریت پارالکس اینا رو که درست کنیم بیزه چه سخت نیست میزنیم میرود پارالکس و آره یه کچکو دیگه هم بزنیم بشه یه چیزی بزنیم که خوبشه خوبه سابمیت شو دیتیلز و ایشون هم چیز قبلی هم شبیه هم شد خب فرق هم بریم سراغ آپدیتش توی آپدیتش من اینجا این رو جمع بکنم و این در واقع ادیت سئو که داره یه دونه صفحه درست بکنم به نام در واقع ادیت ادیت پارالکس و خودتون هم که میدونید دیگه این چی میمونه سئو میمونه برای کار اینجا ای کنترل A کنترل C سوتی رو جمع کنیم سشن را برش میداریم خیالم راحت میشه و کنترل V بریم ببینیم مشکلات چیه show details در واقع سئو داره این رو عوضش بکنیم میشه show parallax.php مقدار اول دو پارشال سید درسته لوگین درسته و این همه چی درسته آها سلکت در واقع پای آی دی سه او نخواهد بود چی خواهد بود سلکت پارلکس آی دی حالا من به این شکل این مقدار باشم گیت آی دی و میتونی در واقع بردام بکنید بردام دالر آی دی خیال تو بعدش میدونی این صفحه میرسه یا خیر قبلش میره تو شو پارالکس تو قسمت آپدیت ادمین ادیت سئو نخواهد بود چی خواهد بود؟ بله ادیت اندرلاین پارالکس دات پیچ و به این شکل میزنیم و رفرش کاملا درسته داره درست نشون بده خب اینا رو درست میکنم دیگه اینا نیستش خب اون بردام هم که اون زیره که ببینید در واقع مقدار چند داره این مقدار به هم بیاد اون زیر نمیشه نگاشه خب این بردام پر رو ورداریم داره درست کارش انجام میده فقط سلکت با مقداری که داریم دنگیاتون باشه تو کانفی که سلکت اینجا بود داره این مقدار برمیگردونه فقط مقادیر تو ادیتی که اینجا هستش بذاری یک کاری بسیده برم این رو عوض کنم حالت پاک زدم و میریم تو صفحه یک کریه پارالکس یک کارش نمیشه که دیگه یک کوبی بیست در اینجا باید شما کوبی بیست ادیت به این شکل یه فرمشو داریم دیگه بیایم اینجا سلوگان یه مقدار داره به نام به جای پلیسر دارش چیه ولیو 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 اچ بی اکو دالر آیتم اسلوگان بیاید اینجا یه رفرش کوچولو میبینی اسلوگانت اومد اسکریپشنت هم همینطور اکو دالر آیتم مقدار دسکریپشن این هم همینطور و همین راحتی اون ویر هم میگه الان کارش نمیشه کرد قبلا مونده توش و اینجا یه آی ام جی اگر باشه چکار کردیم اکو یو آر ال و مقدار در واقع اد مینی استریتور بعدش مقدار ادمین و بعد مقدار ایمیج و بعد مقدار پارالکس و بعد هم مقدار دالر آیتم ببخشید و جا یه ببخشید همش فکر کنم نارمل هم اکو در رایت ایمیج و الان های سر فالن آلت نمیخواد اینجا و یه ویتس پنجا و یه هیت پنجا میگذاری تمام اگر ایروری داشته باشه هم جهرش بکنیم درست هست ایروری هم باشه خب تا
اطلاعات رو خوندیم و بریم برای چی؟ برای برنامه آپدیت کردن به نسبت پارالکس کنسیدریم بریم به نامه آپدیت. دیگه من علکی نمی نویسم و تو SEO آپدیت رو دارم. به کنترل A می گیریم و اینجا همه رو قرار میدید. حالا شروع میکنید دونه دونه درست کرد. خب این تایتل نیست و هست سلوگان. ایشون هم هست چی؟ ایشون هستش description و ایشون هم هستش description. تمام و دیگه این دوتا رو نداریم. پست آیدی رو 100% دارید دیگه، درسته؟ و منم این اشتباه رو کردم که نذاشتم و اینجا شما حتما با دوستون باشه یه سکشنی خواهید داشت. یه روای این کتی دارید که تایپش از هیده و نیمش از آیدی و بعد میش از بشید PHP echo dollar item و مقدار آیدی به همین راحت رفرش اروری اگه باشه برمیگردونه و F12 میاید اینجا element و اینجا و آیدی رو میبینید 5 آیدی آیدی 4 تمام شد و رفت دقیقا مای آیدی که اینجا هست. خب شما دیتیلز هم که اشاره میکنه اینجا آپدیت دوباره اومده اینجا چکش کردم خیالم راحت شد. میره تو آپدیت آیدی رو هم دارید فایلز ایمیج. خب اگه یادتون باشه ما میومدیم آپلود کاندیشن ایمیج رو برای این روز گذاشته بودیم. خب گفتیم ایمیج رو میدیم و اگر اینجا یادتون باشه یا آپلود ایمیج اینجاست ایمیج رو بهش میدیم آیدیش رو بهش میدیم میره آیدی رو در واقع مقدار رو میکشه. اول هم اونی صحبت کردم میاد اینجا چک میکنه اگه خالی باشه که میاد مقدار قبلی رو میکشه بیرون جایگزین میکنه، اگر نباشه که میاد میره اینجا مقدار قبلی رو پاک میکنه و میاد میره تو این مقدار قرار میده، درسته؟ خب این آپلود فایله که در واقع شما اینجا بهش دارید مقدار چی رو میدید؟ باریکلا. خب نگاه کن اینجا یه اروره، شما در واقع دارید توی آپلود فایل اینجا دارید مقدار چی رو میدید؟ SEO. خب من میخوام پارالکس قرار بگیره چی؟ بعد اینجا عوضش کنم؟ نه. اینجا بعد یه دونه دیگه فولدر دیگه هم قرار بدید که مثلا مقدار باشه دلار پس. بعد اینو همه رو درست کنید. البته همه چیز آنچنان هست. پس اینجا مقدار رو میدی چی؟ دلار پس. خب این خیال راحت اینجا هم در واقع مقدار پس رو بهش میدی و اینجا هم در واقع مقدارش رو براش مشخص میکنیم. البته نیاز نمون پس هم بسید من فولدره رو بدیم میشیم کاری فولدره. حالا مثلا این سهوه این سهو بره بره تو سهو پارالکس بذاره بره تو پارالکس بذاره پارالکس. خب درستش کردیم دیگه نیست به چیز سختی کار سختی هم حواسم نبود من فکر کنم یادم رفتم اینجا اینو بزنم. خب الان در واقع مقداری که میذارید اینجا مثلا میذارید پارالکس میاد میره از تو پارالکس پاک میکنه توی ایمیج میره از تو پارالکس پاک میکنه و دوباره اینجا هم مقدار رو آپلود میکنه توی مقدار کجا؟ پارالکس. درست میایید اینجا ایمیج رو بهش میدید آیدی رو بهش میدید این میشه چی؟ پارالکس. پارالکس کاملا داینامیک. خب اینجا دیگه قضیه فرق بریم که آپدیتش رو بنویسیم. میادیم پایین پایین گرادیشون فانکشن آپدیت پارالکس و مقادیر سلوگان دالر دسکریپشن دالر ایمیج احسن نیم و دالر آیدی به این شکل دالر کان کانکت دیتابیس و مای اسکیول باشید مای اسکیول آی اسکیول آی اسکیول آی کوئری در اکان و آپدیت پارالکس ست دونه دونه سلوگان مساویه با مقدار داره سلوگان. بعدی مقدار دسکریپشن و مقدار دالر دسکریپشن. بعدی مقدار در واقع ایمیج و مقدار دالر ایمیج نیم و بعدی ورژن که آیدی مساوی دالر آیدی و خیلی راحت که همه چی درسته. اگر روی داشته باشه در واقع حلش بکنید مشکلی
نداره اینجا میشه آب دیت پارالکس مقادیر دونه دونه ازت میخوام یه اول استوگانه بده میام استوگانه آنتو بعدی میگه دسکریپشن بده میام آنتو ایمیج نیم ایشونه که عکس رو برمیگرد دیگه بعد ندیم دیگه من زیر برمیگرد صحبت نمی کنم این ها دیگه تام بره هنی بیدیم بالا بیدیم بالا این هاشش یا ایمیج نیم رو این رو برمیگرد یا این خب اوکی دیگه بلدیم و مقدار آخر که کنترل پی بزنید و میگم این آردی رو بده میگم این آردی هم مال تو خب بریم ببینیم انجام میدی یا خیر من هیچ کاری نمی کنم سابمیت رو میزنم و اومد تو صفحه بسیار عالی اینجا ما دیلیت رو میزنیم حواسمون نبوده فرستادیمش تو شو سر در صورتی که آردی فرستادیمش تو کجا شو پارالکس پارالکس و فرستادمش کجا؟ اینجا بود پارالکس شما شو دیتیلز آپدیت و در نهایت سابمیت رو میزنیم بیاد کجا؟ کریت پارالکس ای بار دیلیت اگه گفتید کجا مشکل بله مشکل در فرم هستش که بنده دارم میفرستمش این سر و در صورتی بعد کجا؟ آپدیت اشکال نداره تا دست رو راه کرد من هم میدم حالا شما که دیگه مورد کنید اوکی میدید این وقت اینجا عکس رو نخوند خب بریم اینو حلش کنم این مشکل چیه آپدیت رو میزنم عکس رو قرار میدم یه عکس دیگه قرار میدم مثلا دوباره هم پی اچ پی سابمیت رو میزنم عکس رو خون عکس نمیذارم سابمیت رو میزنم عکس رو نمیخونم بریم اینو مشکل چیه اینجا میبینید داره کم و زیاد میشه ولی در واقع بریم تو قسمت آپدیت ما داریم میگیم برو تو پارالکس درسته و آیدی و در واقع ایمیج درسته ایمیج رو داریم بهش میدیم آیدی رو هم داریم بهش میدیم و پارالکس هم داریم بهش میدیم خب بیاریم تو کانفیگ رو چیکار داریم میکنیم ایمیج رو داریم میدیم اوکی میگیره ایمیج نیم نالش رو چک میکنه آیدی رو میگیره آیتم ایمیج و اینجا ایمیج رو میگیریم ولی اینجا رو در واقع داره درست کار انجام نمیده ما داره اینسرت میکنیم اوکی اینجا آیتم ایمیج رو در واقع داریم آیتم بهش آیدی رو داریم بهش میدیم آیدی کجاست اینجاست و ایمیج فایلز رو در واقع داره میگیره ایمیج رو داریم بهش میدیم آیدی رو داریم بهش میدیم میگه برو پارالکس اوکی میاد اینجا آیدی آها اینجا خب میبینید در واقع داره سو آیدی خب اینا رو دونه دونه درست کنیم خب خوبه حالا اومدیم اینجا ما زدیم سلکت بای چی در واقع سلکت بای آیدی سو اینجا داره اطلاعات سو رو میکشه بیرون خب و مقدار آیدیش در واقع ایمیجش رو میخواد درست بکنه خب اینجا نه خب اینا نکاتی هستش که الان اینجا ارورایی هستش که باید درست بکنم الان یعنی برای این مقدار بعدی رو عوض بکنم نه شما اینجا احتمالاً این سلکت بای آی دی سو اینه دیگه درسته در واقع بذار من یک کنترل زد بزنم یک کنترل بگیریم بعد در واقع داره اشاره میکنه بیشون خب ما اینجا میتونیم در واقع بیایم و خب اینجا الان برای من مشکل ساز میشه بیایم یه راهی براش پیدا بکنیم ببینیم چه راهی میتونیم اینجا پیدا بکنیم که آیتم رو بکشیم بیرون و بیاد اینجا در واقع چک بکنم معلومه که در واقع این مقدار رو نمیدیده و این اتفاق میفته خب من سلکت بای آی در واقع مقدار سلکت بای آی دی سئو رو میتونم بیام یه کاری انجام در واقع بیام اینجا فانکشنی که اینجا قرار دارم و آیدی رو پیش قرار دادم این فانکشنه رو بیارم حالت
در واقع بیام این فانکشن رو یه مقدار باشه که من خودم پاس میدم در واقع تو اسمش رو تو صفحه. خب یا نیاز نیست. خب این اینجا داره ما رو اذیت میکنه. خب میدونیم از چیکار بکنیم. این رو باید بیرونه در واقع چیز چکش بکنم، آیتم رو اینجا پاس بکنم. یعنی بیایم اینجا، یعنی بگیم که شما سلکت بای آیدی سئو کن. خب آیدی رو بگی، آیتم رو بریز اینجا، رو زیده رو اینجا من بزنم ببینیم این اتفاق میفته. و میخوایم ایروراش رو بگیریم دیگه، یه وردامت بگیریم مقدار دالر آیتم رو. خب سلکت بای آیدی سئو نشو بشه سلکت بای آیدی روشه پارلکس. خب حالا مقدار رو بگیریم بفرستیم اینجا، آپدیت کنیم و سابمیت کنیم. میبینیم مقادیر رو گرفته. خب ایمیج هم هیچی روش نیست، باید درستش کنیم. خب پس یک کاری میکنیم برگرده بخم یک کدومش که اکس دارم، این رو بزنیم سابمیت، این هم اکس درست داریم اطلاعات رو. خب این آیتم رو بیایم به این ایمیج پاس بدیم، به جای آیدی بیایم بگیم چی؟ آیتم. خب و بیاد تو اینجا ما مقدار رو برگرده بگیم چی؟ آیتم. خب حالا این هم همونه در واقع، اینجا هم داینامیک شد. خب من اشتباه همین بود که اومده بودم اینجا داشتم کار رو انجام میدادم، آیندم فکر نکرده بودم، الان اومدم اینجا مشکل رو حل کردم. فقط یه مشکل میمونه در واقع، بریم تو سئو هم این کار رو درست کنم. حالا بریم ببینیم این درست کار میکنه. در واقع بیام اینجا و آپدیت اسلوگان، اسلوگان دیسکریپشن، ایمیج نیم، آی دی رو بهش دادم و در نهایت شو پارلکس رو بزنم. اینو آی دی رو درست کار می‌کنه، اینم که مال قبلی است. بزنم اینو الان درست کار می‌کنه، می‌زنم. ببینید الان داره درست کار می‌کنه. اینجا یه عکس براش قرار میدم. سابمیت رو می‌زنم، اوکی. میام اینجا هیچ قرار نمیدم، سابمیت می‌زنم، اوکی داره کار می‌کنه و یه چیزی اضافه می‌کنم، اینجا یه چیزی اضافه می‌کنم، سابمیت رو می‌زنم. می‌بینید اضافه شد و داره درست کار می‌کنه. فقط مشکلی بعد بریم توی سئو هم، تو آپدیت سئو هم درستش کنم. خب اینا ایرورهایی هستش و بعد دونه به دونه درست میشه. خب خداشون اینجا هم این مشکل رو حل کردیم. میریم تو آپدیت و ایشون به جای در واقع مقدار یه دالر آیتم میذاره شما اینجا و برمیگردیم که سلکت بای آیدی سئو، آیدی رو بهش پاس بدید و اینجا میشه چی؟ آیتم. تمام شد و رفت با همین سطح. خب بیایم اینجا، بریم تو تنظیمات هم یه شو دیتیلز فرض کنیم ایشون، بیایم یه سابی بزنم و ایشون هم داره درست کار کنم. خب اوکی، در واقع کار اون رو درست انجام دادیم. من یه عکس خوب میخوام برای اینجا قرار بدم، یه عکس میرم پیدا میکنم، حالا برای اینا رو پاک میکنم و دوباره قرارش میدم. خب اینم آپدیتمون، آپدیتمون درست انجام شد، مشکلی نداره. اینو باید درستش بکنید که به یه تمپلیت یه قالب تو این کانفیگ میرسید. بعداً تو تمام پروژهاتون از این کانفیگ دیگه فقط استفاده میکنید. من خودم این کانفیگ دارم برای در واقع پروژه پیورم با شیگراییم، ولی خب یه دفعه دیگه در واقع دارم اینجا میلیسمش و هی بهتر و بهترش میکنم. خب اینم به این شکل در واقع ما کار درست انجام شد و ارور و خطامون رو گرفتیم.